فریما فرجامی از دنیا رفت. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم، همراه شما در این برنامه از دیدگاه. فریما فرجامی بازیگر سرشناس و یکی از ستاره‌های سینمای دهه‌های 60 و 70 سینما و تئاتر ایران روز جمعه بعد از مدتی تحمل بیماری و در پی یک هفته کما در 71 سالگی درگذشت. در دیدگاه برای بررسی زندگی و آثار هنری فریما فرجامی با نصحت بادی، نویسنده و منتقد سینما از ترکیه همراه می‌شویم. خانم بادی، در گذشت فریما فرجامی رو به شما و جامعه سینمای ایران تسلیت میگم. ابتدا لطفاً قدری درباره زندگی خانم فرجامی برامون بگید و اینکه چی شد که ایشون اصلا پا به عرصه بازیگری و دنیای هنر گذاشت. من هم در گذشت فریما فرجامی رو به خانواده ایشون، اهالی سینما و همه مردم عزیز ایران تسلیت میگم. البته ما خیلی پیشتر ایشون رو از دست دادیم، در همون سالهای سیاه دهه 60 که سانسور و سرکوب بر سینمای ایران حاکم شد و سرنوشت بسیاری از زنان بازیگر رو به تباهی کشوند. فریما فرجامی تحصیل کرده دانشکده هنرهای دراماتیک بود و کارش رو با گویندگی نمایش‌های رادیویی و بازی در تئاترهای تلویزیونی در سال 55 آغاز کرد. ورودش به سینما با فیلم گفت هر سه نفرشان ساخته غلامعلی عرفان در سال 59 بود، اما اسمش با فیلم خط قرمز ساخته مسعود کیمیایی سر زبان ها افتاد. سال 58 فریما فرجامی در نمایش شب 21 به کارگردانی محمود استاد محمد بازی می کرد در کنار خسرو شکیبایی که مسعود کیمیایی اون نمایش رو دید و فریما فرجامی و خسرو شکیبایی رو برای فیلم خط قرمز انتخاب کرد. اما متاسفانه در همون آغاز کار هر دو فیلم فرجامی به دلیل عدم رعایت حجاب توقیف شد و اجازه دیده شدن فریما فرجامی از او گرفته شد. با این وجود حضورش در همون دو فیلم نوید تولد یک ستاره زن در سینمای ایران رو میداد. خانم بادی، کدوم فیلم ها و تئاتر هایی که خانم فرجامی در اونها نقش آفرینی کردند بیشتر مورد استقبال مخاطبان قرار گرفتند؟ این آثار دارای چه ویژگی هایی بودند؟ بهترین فیلم های سینمایی فریما فرجامی در دهه 60 اتفاق افتاد. فیلم تیغ و ابریشم و سرب هر دو ساخته مسعود کیمیایی، فیلم اجاره نشین ها ساخته داریوش مهرجویی، فیلم بی پناه ساخته علیرضا داوود نژاد، فیلم مادر ساخته علی حاتمی، فیلم پرده آخر ساخته واروج کریم مسیحی و فیلم نرگس ساخته رخشان بنی اعتماد. به نظرم حالا که بعد از گذر سالها به مجموعه فیلم‌های دهه 60 فریما فرجامی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در تمام این فیلم‌ها فرجامی تلاش می‌کنه اون زیبایی مسحورکننده و خاصش رو پنهان کنه و نقش‌هایی رو بپذیره که اون رو به عنوان یک زن زیبا در معرض دید و توجه و تحسین قرار نده. ببینید، در فیلم سرب موهاش رو می‌تراشه، در فیلم نرگس در نقش زنی خلافکار و ویران شده بازی می‌کنه، در تیغ و ابریشم در نقش زن معتاد و به انتها رسیده است. حتی در فیلم هایی مثل پرده آخر و مادر هم که شاهد چهره زیبای اون هستیم، اما در این دو فیلم هم زیباییش در معرض تباهی و اندوه و زوال نشون داده میشه. در مجموع انگار همواره با یک زن زخم خورده و سرگذشت تراژیک روبرو هستیم، چیزی که فقط نه در سینما بلکه در زندگی فریما فرجامی هم اتفاق افتاد. به نظر میرسه در تمام این فیلم ها فرجامی تلاش میکنه با پنهان کردن زیباییش، استعداد و هنر و مهارتش به عنوان یک بازیگر رو به نمایش بذاره، چون در اون سالهای سیاه دهه 60 هر نوع زیبایی و درخشش برای زنان بازیگر ممنوع بود و باعث توقیف فیلم ها میشد. ما این ماجرا رو درباره سوسن تسلیمی نیز در همون دوره میبینیم که مدام ازش میخوان اون زیبایی خیره کنندش رو سرکوب بکنه. در واقع همه زنان بازیگر تلاش میکردن که دیده نشن، برخلاف اون چیزی که در همه جای دنیا رواج داره و بازیگران تلاش میکنن تا به چشم بیان و دیده بشن، اما زنان بازیگر در سینمای دهه 60 مجبور بودن خودشون رو پنهان کنن تا فیلمهاشون توقیف و سانسور نشه و این موضوع تأثیر ویرانگری بر وضعیت حرفه‌ای فریما فرجامی گذاشت. از دهه 60 به عنوان اوج دوران حرفه‌ای خانم فرجامی یاد میشه. فیلم‌های گفت هر سه نفرشون و خط قرمز که در اونها بازی کردن،
از همون زمان توقیف شدن و به اکران عمومی در نیامدن. درباره این فیلم ها به ما بگید و اینکه این رخداد چه تأثیری بر زندگی خانم فرجامی گذاشت. ببینید، سرگذشت فریم و فرجامی رو باید در کنار سرنوشت بقیه زنان بازیگر پس از انقلاب در نظر بگیریم. ستارگان پیش از انقلابی که حسب و ممنول کار شدند، یا خود سوسن تسلیمی که مجبور به ترک ایران و تبعید به کشور دیگه شد. در واقع در اون سالهای تیر و تار دهه 60 همه چیز علیه زنان بازیگر زیبا و با استعدادی بود که میتونستند به عنوان ستاره بدرخشند و جریان تازه‌ای رو در سینما به وجود بیارن. سینمای ایدولوژیک دهه 60 زیبایی، درخشش، استعداد و مورد توجه قرار گرفتن برای یک زن بازیگر رو مجاز نمیدونست و تلاش میکرد تا زن بازیگر رو به واسطه حجاب از زیبایی و درخششش دور کنه و اون رو به الگوی زن مسلمان انقلابی تبدیل بکنه. در واقع فریم و فرجامی در زمانی قدم به سینمای ایران گذاشت و فعالیتش رو شروع کرد که سینما در انحصار مردان انقلابی بود و اساساً جایی برای حضور فعال و تاثیرگذار زنان وجود نداشت و زنان باید به نقش مادران و همسران و خواهران مردان انقلابی و رزمنده تن می‌دادند و زیر سایه اونها قرار می‌گرفتند. چه از نظر محتوا و چه از نظر فرم، محدودیت‌های زیادی پیش روی زنان بازیگر دهه 60 بود. از نظر مضامین مجبور بودند نقش‌های فرعی و حاشیه‌ای ایدئولوژیک رو بپذیرند و از نظر اجرایی هم باید حجاب رو رعایت می‌کردند و حتی در استفاده از بدن و حرکت و صدا که ابزار بازیگری به حساب میاد کنترل شده رفتار می‌کردند. خب در چنین دورانی فریما فرجامی بهترین فیلم‌هاش رو بازی کرد. خانم بادی، فریما فرجامی در دهه 70 دوران پرباری به نسبت دهه 60 نداشت و در دهه‌های 80 و 90 هم به دوران افول خودش رسید. دلایلی که باعث دور شدن این بازیگر از سینما و فضای بازیگری شد چی بود؟ دقیقاً همینطور که گفتید، فریما فرجامی بعد از درخشش در دهه 60 نتونست مسیر حرفه‌ای رو به اوجش رو ادامه بده و در دهه 70 فیلم‌هایی که چندان مهم نبود بازی کرد و در دهه 80 هم که کاملا رو به افول رفت. فیلم‌هایی که ظرفیت لازم برای نمایش استعداد و مهارت و تخصص فریما فرجامی رو نداشتند و نمیتونست اون انتظاری رو که از خودش داشت در این فیلم‌ها بروز بده و به تدریج از کار کنار گذاشته شد و فراموش شد. فریما فرجامی تلاش کرد مسیر شخصیش رو در دل این سینمای ایدئولوژیک دهه 60 باز بکنه و در دهه 70 و 80 ادامه بده، اما متاسفانه شدت سرکوب و سانسور اونقدر زیاد بود که نتونست به مبارزش ادامه بده و درگیر مشکلات شخصی شد. به نظر من حتی اون اتفاقات تلخی که در زندگی شخصیش رخ داد برآمده از بستر اجتماعی و سیاسی خفقانبار اون دوران بود. بازیگری با دانش و استعداد و تسلط فریما فرجامی در هر جای دنیا که بود قدر میدید، در صدر می نشست و تا آخر عمر ستاره می موند، اما در ایران متاسفانه به چنین سرنوشت تراژیکی دچار شد. از خانم فرجامی به عنوان بازیگری یاد میشه که میتونست تبدیل به یکی از مطرح ترین زنان سینمای ایران بشه. خانم بادی، این مسئله از کجا ناشی میشه؟ دقیقاً همینطور که اشاره کردم، ایشون به دلیل تحصیلات، تجربه، استعداد، چهره و صدای زیبا و تاثیرگذار، همکاری با بهترین کارگردان‌های سینمای ایران، درک درست و دقیقش از نقش، این قابلیت و شایستگی رو داشت که به ستاره‌ای برای تمام دوران سینمای ایران در طول حیاتش بدل بشه و تا آخر عمرش به فعالیتش ادامه بده. البته که الان هم با همین معدود کارهای درخشانش یکی از بهترین بازیگران سینمای ایران به حساب میاد، اما متاسفانه پدیده جوانمرگی ستارگان سینما در ایران شامل حال او هم شد و فریما فرجامی درست در زمانی که در حال اوج گرفتن بود به ناگه افول کرد و کنار گذاشته شد و سینمای ایران از حضور بازیگر درجه یک و حرفه‌ای مثل او محروم ماند. اما آخرین حضور خانم فرجامی مقابل دوربین سینما لامینور ساخته داریوش مهرجویی بود که سال 98 ساخته شد و سال 1400 هم اکران شد و طی این مدت به عنوان یک هنرمند پیشکسوت از اون تقدیر نشد و
بعد از مرگ دوباره اسمشون بر زبونها افتاد. دلیلش چیه خانم بادی؟ بله متاسفانه. ببینید به نظرم جمهوری اسلامی همواره به دنبال حذف ستارگان و بازیگران محبوب و شاخص بوده، برخلاف همه جای دنیا که افراد نامدار و محبوب ستایش، تحسین و حمایت میشن. در ایران هر هنرمندی که با ارزشتر، عزیزتر و تأثیرگذارتر باشه بیشتر در معرض سرکوب و حذف شدن قرار میگیره، مخصوصا زنان بازیگری که تن به محدودیت‌های ایدئولوژیک حکومتی نمیدن. حکومت به طور مستقیم زندگی حرفه‌ای و سینمایی فریم و فرجامی رو نابود نکرد، بلکه چنان فضای کار رو برای اون سخت و دشوار کرد که امکان ادامه فعالیت از او گرفته شد. فریم و فرجامی با اون همه استعداد و دانش و تخصص یا باید به نقش‌های مبتذل تن میداد یا نقش‌های ایدئولوژیک، چون در طول این دهه‌ها جمهوری اسلامی با تیغ دولبه ابتذال و ایدئولوژی سینمای ایران رو به تباهی و قهقرا کشونده و کسی مثل فرجامی مجبور به خانه نشینی و انزوا و کنارگیری شد. متاسفانه اهالی سینما هم آنچنان که شایسته فرجامی بود از او حمایت نکردند و اجازه دادند که او به فراموشی سپرده بشه. به نظرم فریم و فرجامی به عنوان یکی از ستارگان درخشان سینمای ایران قربانی سرکوب، سانسور و ستاره کشی در ایران شد. سرگذشت فریما فرجامی در کنار سوسن تسلیمی نمونه‌های آشکاری از حذف تاریخی و سیستماتیک ستارگان زن سینما در ایران هستند. هرچند به نظرم فریما فرجامی با همین آثار هم که از خود به جا گذاشته نامش در تاریخ سینمای ایران ماندگار خواهد شد. سپاسگزارم از شما. نصرت بادی، نویسنده و منتقد سینما از ترکیه. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و رضا اکبانیان تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.